شما اشاره کردیم به این قضیه که به خاطر استفاده بیش از اندازه از سفره‌های آب زیرزمینی در واقع این فرونشست‌ها اتفاق می‌افته. آیا راهی وجود داره که در واقع این سفره‌ها بشه جبران کرد، سرعتش کم کرد یا اصلا برگردون به حالت اول یا نه؟ به حالت اول که بر نمیگرده. ببین، وقتی یک سفره زیرزمینی تخلیه شده و خاک نشست پیدا کرده، دیگه به اون شرایط نمیتونه، اون فضا وجود نداره، حتی ما اگر آب کافی هم داشته باشیم. در نهایت این که ما باید جلوشو بگیریم، یعنی اگر در جایی هنوز فرونشست آنچنان زیاد نیست میشه متوقفش کرد، یا در جایی که فرونشست روی نداده میتونیم اجازه ندیم که فرونشست روی بده، ولی اون زمین که فرونشست پیدا کرده دیگه متاسفانه نمیتونیم به حالت اولش برگردونیم. این یک قضیه جدی هست. در ایران خودتونم مستظر هستی، در بعضی از آمارها حتی که از اون است که بیش از 55% از برداشت آب از سفره‌های آب زیرزمینی هست و از آب‌های تجدیدپذیری که ما داریم گاهن در بعضی از حوزه‌های آبریز تا 100% از اون داره استفاده میشه، در حالی که بیش از 40% وقتی از آب‌های تجدیدپذیر استفاده بشه ما با بحران مواجه میشیم. خودتون مستظر هستید، از یه طرف مسئله بحران آب وجود داره و تبعات استفاده بیش از حد از آب‌ها، تالاب‌ها خوش شده و فرونشست زمین که متاسفانه برنامه‌ای برای این مسئله وجود نداشته، یعنی اون آب خانداری به درستی انجام نشده، در موقعی که سیلاب هست، سیل هست، مسئله تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی مورد توجه نبوده، و یا اینکه برداشت‌های بیش از حد داشتیم، هم در کشاورزی برداشت بیش از حد داریم، هم در بعضی از مناطق صنایع آببری وجود دارند که از آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کنند بدون توجه به این سفره‌های آب زیرزمینی، که یک پروسه دراز مدته و بیش از 50 سال است که ایران درگیر این قضیه هست. جناب سهرابی، با توجه به اینکه خیلی از کارشناسان میگن که از این فرونشست زمین به عنوان بمب خاموش دارن یاد میکنن و میگن هر آن ممکنه یک شهر، چون الان ادعا شده که فرونشست ها داخل شهرهای اصفهان و تهران هم دیگه رسیده و هر آن ممکنه شهر رو در خودش فرو ببره، چرا مسئولین و مردم هیچ توجهی به این قضیه ندارن؟ ببین، مسئله اصلی برمیگرده به برنامه‌های توسعه‌ای و برنامه‌ای که در ایران اجرا شده اند. متاسفانه از هم برنامه‌های قبل از انقلاب هم برنامه‌های مبتنی بر شرایط اقلیمی و اکولوژیک ایران نبودند، و در بعد از انقلاب هم که خودتون می‌دونید کشاورزی محور توسعه قرار گرفت و سدسازی‌ها صورت گرفت، انحراف آب صورت گرفت، برداشت‌های آب از آب‌های زیرزمینی خیلی زیاد شد. همه اینها سبب شده که این وضعیت به وجود بیاد که حاکمیت یک برنامه پایدار رو برای توسعه نداشته و با توجه به آمایش سرزمین نبوده. خود اینها می‌تونه مسئله ساز باشه. مثلا شما در اصفهان مثال زدید، در اصفهان خب شهریه که میتونستن بر روی مسائل توریستیش خیلی سرمایه گذاری بکنن، ولی اومدن صنایع آب رو در اونجا گسترش دادن، کشاورزی که اصولا نباید در اونجا گسترش پیدا میکرد گسترش پیدا کرده. خود این سبب شده که اون آثار باستانی هم که خود اون میتونه یک محور توسعه‌ای برای اون منطقه باشه دچار آسیب بشه. یا در تهران، ظرفیت تهران برای 3-4 میلیون بوده، ولی میبینید که بیش از 10 میلیون نفر در اونجا زندگی میکنن و کماکان داره از این آب‌ها استفاده میشه و چاه حفر میشه، مخصوصا وقتی که شرایط بحرانی هست از لحاظ آبی. ما با تغییرات آب و هوای مواجه هستیم، بارندگی ها تغییر پیدا کرده، خشکسالی ها خب میبینید طولانی مدت هستن در ایران. خود این سبب میشه که فشار بر آبخوان ها بیشتر بشه. یا مثلا در جایی که جمعیت بیشتر شده اومدن سدسازی انجام دادن، خود سدها مانع تغذیه آبخوان ها در دشت شدن، در اونجا ما فرونشست رو داریم. اما راجع به مردم، مسئله اساسی مربوط به حاکمیت هست، ولی مردم میبایه سواد آبی خودشون رو بالا ببرن، اطلاعات محیط زیستی خودشون رو بالا ببرن و سعی بکنن تا جایی که میتونن از این آسیب‌ها جلوگیری بکنن، و از طرف دیگر مطالبه‌گر باشن و سعی بکنن بر حاکمیت فشار بیارن که بیش از این سرزمین رو به سمت قهقرا هدایت نکنه و در مسیر توسعه پایدار قرار بده که در نظام جمهوری اسلامی بسیار بسیار مشکله.